دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران با ماست. سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر الفت، با توجه به سود سالانه 60 هزار میلیارد تومانی از فروش فیلتر شکنها و تجمع اخیر حامیان فیلترینگ، آیا میتوان گفت منافع اقتصادی پشت پرده‌ای مانع رفع فیلترینگ در ایران است؟ سلام عرض کنم خدمت شما و بیننده های محترم. من موضوع که میفرمایید یه خورده ببرم عقب‌تر. اگر خاطرتون باشه در چند سال گذشته یک بحث وسم مطرح بودش در دوران وزارت آقای آذری جهرومی، و خب کسانی که پشت این وسم بودن، سود برندگان اصلیش افراد وابسته به خود وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات بودن و افراد دیگه‌ای که خب میتونستن این مجوزها رو بگیرن. بعد از اون مسائل مربوط به پرداخت الکترونیک و سایت‌های قمار مطرح شد که هم مکنون هم همچنان اینها داره انجام میشه و خب همه درگاه شناسایی میشه، قابل ردیابی هستش و حتی به اینها درگاه پرداخت ریالی داده میشه و اونها هم داره هر شب یه چیزی نزدیک شاید 200-300 میلیارد تومان پول برای این سایت‌های قمار داره واریز میشه، اما خب جلوش گرفته نمیشه به دلیل اینکه زمینه ایست برای پولشویی و استفاده از وضعیت به وجود اومده برای جابجا کردن پول در بین جیب مردم و جیب افرادی که این دنبال این داستان هستن. مورد فیلتر شکن هم خب همینه، اما در مورد فیلتر شکن ما دو تا قصد رو در این دوستان ما میبینیم. اولا اینکه خب قاعدتا افراد دارای ارتباط، احتمالا سپاه و نهادهای امنیتی پشت این داستان هستن، یک برای پولشویی از این استفاده میکنن، و دو فیلتر شکنی که دارن در اختیار قرار میدن با توجه به اینکه شرکت های بزرگ خودشون بیشتر در کشور فعال هستن برای ایجاد ارتباطات و هر گونه ارتباط غیر عادی به صورت به عبارتی تک آی پی ارتباط این مدلی قابل شناسایی است، به سادگی قابل شناسایی است ارتباط با فیلتر شکن ها، اینها قابل رصده. ولی خب خیلی تعداد زیادی از سرورهایی که این فیلتر شکن‌ها دارن عرضه می‌کنن، حالا با عنوان خارجی در عنوان اپلیکیشن مختلف، مربوط به خود این نهاد هستش. پس یک نظارت اعتماد شده از سمت کاربر رو دارن توسط این فیلتر شکن‌ها به دست میارن و ارتباط با وی پی ان، یعنی اینکه همه اون امنیتی که در حالت عادی وجود داره با گذشت از وی پی ان از بین میره و تمام پکت‌های یوزر تحت نظارت اون ارائه دهنده وی پی ان. خب همه اینا دلیل این هستش و واقعا درآمد بسیار زیادی رو دارن میگیرن، یعنی تقریبا شاید بشه گفتش که 80% درآمدی که از فروش اینترنت داره در کشور به دست میاد حدودا برای فیلتر شکن هم مصرف میشه که این مضرات و این آسیب پذیری ها هم برای کاربران دارد. بله، دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران، ممنونم از حضورتون در این برنامه.